بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هزاران بار اگر سوزی بنارم، به عفوت همچنان امیدوارم. وجودم گشته همچون نخل بیبار، وجودم گشته همچون نخل بیبار، مگر بخشی به چشم عشق بارم. تو و غفران و عفو بی حسابت، من و جرم و گناه بی شمارم. تو ستار العیوب هستی ولی من، چه سازم با گناه آشکارم. ز بس العفو گفتم عفو کردی، ز بس العفو گفتم عفو کردی، ز العفو و ز عفوت شرم سارم، ز العفو و ز عفوت شرم سارم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما خوبان و بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری. امیدوارم در هر جای عالم هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه لباس عافیت به تن داشته باشین و ایام به کامتان باشد انشالله. شما هم اکنون بیننده برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هاد تیوی، از شهر مقدس نجف اشرف، جوار بارگاه ملکوتی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستین. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین. با احترام و افتخار در محضر کارشناس عزیزمان هستیم، حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی مطهری. سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و دستاندرکاران شبکه خوبی های تیوی. از خداوند تبارک و تعالی میخواهم که همه ما، همه مؤمنین بینندگان محترم، خیر و برکت و حسن عاقبت را عنایت کنید انشاءالله. در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدید. خب بینندگان عزیز، همانطور که مستحضر هستید، برنامه ما اختصاص دارد به ویژگی های عباد الرحمن که در جلسه گذشته استاد عزیزمان چند تا از ویژگی های مؤمن واقعی و کسانی که بنده های خوب خداوند هستند را بیان فرمودند و انشاءالله در این برنامه تصمیم داریم بپردازیم به ادامه بحثمان، به ادامه ویژگی های عباد الرحمن. خب جناب استاد، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اگر گفتنی در مورد عباد الرحمن و بنده های خوب خداوند دارین بیان بفرمایید و انشاءالله بعد میپردازیم به بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در رابطه با موضوع بحثی که مطرح کردید، عرض شد که در آیات متعدد خداوند کریم ویژگی های بندگان صالح و خوبش را بیان کرده است و تحت عناوین مختلف، گاه تحت عنوان مسلمین در بعضی آیات، گاه تحت عنوان متقین، گاه تحت عنوان مخبتین، گاه تحت عنوان مؤمنین، گاه تحت عنوان مستحین الی آخر، آیات متعددی در قرآن گاه تحت عنوان عباد الرحمن، که از جمله در سوره مبارکه فرقان خداوند کریم 14 تا ویژگی و خصوصیات و صفات را برگزیده و انتخاب کرده و آن را تحت عنوان بندگان خدا، عباد الرحمن، بندگان خدا، بندگان پروردگار آدم، خداوند انتخاب کرده. که در جلسه قبل چهار تا صفت را بیان کردیم، که صفت اول تواضع، تواضع در تمام امور، چه در راه رفتن که اولین آیه و اولین صفت بود در رابطه با بیان اوصاف عباد الرحمن، که خداوند کریم فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، که مراد از مشی میشه همین نفس راه رفتن باشه، که در راه رفتن متواضعانه راه میره. یا تفسیر دیگری کردن یعنی معاشرتی در اجتماع، نه فقط راه رفتن ظاهری، نه، زندگی در اجتماع، سلوک در اجتماع، حالا سلوک اعم از راه رفتن و تعاملات دیگه ای که با مردم داریم، متواضعانه برخورد کنه با مردم، خودش رو نسبت به دیگران
برتر نبینن و متکبرانه برخورد نکنن، که ما راجع به این نکات عرض کردیم. و ویژگی دوم اینه که مؤمن یا عباد الرحمن که در اینجا تحت عنوان عباد الرحمن مطرح شده، از ویژگیش اینه که وقتی با جاهلان برخورد میکند در با آنها به مجادله و مقابله به مثل بر نمیخیزه. وقتی میبینه کار جاهلانه یا سلام میکنه و رد میشه، مراد این سلام سلام تحیت نیست، این خودش از در واقع تعامل با اینها، از آلوده کردن با اینها و سالم چی خودش رو عبور میدهد. سلام اینجا سلام بنه سلامته، نه بنه تحیتی که. و سومین ویژگی عباد الرحمن اینه که اهل شب زنده داریه. قرآن کریم میفرماید در ادامه الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، که نکته بسیار نکته با ارزش کارینم عرض کنم. امام عسکری سلام الله علیه میفرماید که رسیدنی به خدا و به بالاترین مدارج انسانی و معارف الهی امکان پذیر نیست مگر به وسیله نشستن بر مرکب شب و بیداری در دل شب. یا بالاخره می حتی برای دنیایتان هم شده از سحرخیزی داشته باشید، از شب استفاده کنید. حالا آخرت که قطعا با سحرخیزی گیر می آید، شک نیست، وعده های قرآن و وعده های خداست، در روایت هم داریم. حتی برای دنیا هم که شده باید سحرها و بین طلوعین بیدار باشیم و از خدا بخواهیم، اگر توفیق نداریم، تا حال توفیق نداشتیم استفاده کنیم، از خدا بخواهیم به ما توفیق بدن که سحرها و خصوصا قبل از نماز نیم ساعت 40 دقیقه و بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب بیدار باشیم. این بسیار مهمه. و اگر بیدارم نباشیم، روایات زیادی داره که باعث تنگی معیشت، انسان دستش تنگ میشه، خصوصا خوابیدن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب باعث فقر میشه، باعث تنگ دستی انسان میشه، انسان هیچ وقت غنی و بی‌نیاز نمیشه. باید سعی کنیم که بین طلوعین بیدار باشیم و این تأکید شده. و آقا امام سجاد سلام الله علیه به ابا حمزه ثمالی میفرمایید که ابا حمزه، یا ابا حمزه لا تنامن قبل طلوع الشمس، قبل از چی نخواب؟ قبل از طلوع آفتاب نباید بخوابی، چون من بدم میآید، فإن أكره حالک، من اینو برای شما دوست ندارم. بعد حضرت میفرمایید در ادامه این روایت که خداوند در این زمان، یعنی بین طلوعین، روزی شما را تقسیم میکند و علا ایدینا یجریها، یعنی ما تقسیم میکنیم، خدا به وسیله ما روزی مردم را تقسیم میکنه، ولی که خواب باشه روزی نداره، دوچار فقر و تنگ دستی میشه. خب بعضی شاید سوال کنه، حالا اگه دیگه کسی نه نماز میخوانه و هزاران مشکلات دیگری، فسق و فجوری هم گرفتار، اینها چی؟ اون حسابشون جدا است. خلاصه شده گرشن در جلسات قبل اشارات شده، حال خلاصش اینه، یک عده رو خداوند با اینی که بندگی نمی کنه، نماز نمی خونه، هزاران گرفتاری های اخلاقی و دینی و اعتقادی دیگری داره، اما خداوند با آنها نعمت میده. خداوند می خواهد یاد خودش را و ذکر خودش را از ذهن آنها کاملا محو کنه، بعد در نتیجه آنها را عذاب کنه. یه مثلا سید الشهدا سلام الله علیه می فرماید که استدراج خداوند بر بنده، استدراج یعنی اینه که خداوند به انسان نعمت زیاد بده و انسان خدا، حضرت امام حسین علیه السلام میفرماید که استدراج خدا بر بنده اش اینه که نعمتش رو به او زیاد بده و شکر نعمت رو از او بگیره. بعد از همین جهتی که نعمت ها رو به او بیشتر داده و از توفیق شکر رو میگیره، خداوند در آیات متعدد قرآن میفرماید در نتیجه ما اینها رو عذاب مهین یا عذاب علیم، تعبیر آیات اینه که در اختیار اینهاست و اینها رو ما معذب به این عذاب ها میکنیم. به هر حال حالا صفت چهارم این بود که همیشه دعا میکنه مؤمنین، کسانی که دعا میکنه رب نصرف عنا عذاب جهنم، خدای عذاب جهنم رو از ما دور کن، این عذابها کان غرام و انها ساعت مستقر و مقام، که دعای ما باید باشه، که دعای روشن کبیر همه مؤمنین و بینندگان محترم آشنا هستن، که انسان دعایش همون هزار تا صفت را برای خدا یا هزار تا اسم برای خدا میبریم اونجا، خدا رو با اون اسامی یاد میکنیم و میخوانیم که ما را از عذاب جهنمت نجات بده. و در تعقیبات ماه مبارک رمضان و در غیر ادعیه از امام سجاد علیه السلام یا دعای صباح آقا حضرت امیر سلام الله علیه
که خب مؤمن همیشه دعا میکنه خدای ما را از جهنمت نجات بده. یا در چی هم هست دیگه، دعای معروف قرآن، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، خدای ما را از عذاب جهنمت نجات بده. من اله. بعد ویژگی پنجمی که امروز میخواهیم بخوانیم اینه که خداوند کریم در رابطه با انفاق حرف میزنه، بعد از انفاق در رابطه با اینکه مؤمنین همیشه موحده شرک قائل نمیشه و اینکه کس را نمیکشد و اینکه دچار فحشا و نستجر بالله دچار زنا نمیشه و اینکه همیشه در حال توبه قرار داره. و ویژگی های بعدی هم که خداوند اینجا بیان میکنه که مؤمنین از امور باطل دوری میکند و خودشون رو آلوده به این امور نمیکنه، که انشاءالله در خدمت شما هستیم. بله، سپاسگزارم از شما جناب استاد. خب بیان فرمودید که پنجمین از ویژگی های عباد الرحمن میانه روی در انفاق است. برای ما بیان بفرمایید که انفاق از چه جایگاهی در آیات قرآن برخوردار است، چه جایگاهی دارد برای شخصی که انفاق میکند؟ ببینید در اینجا خداوند کریم ویژگی بعدی عباد الرحمن را یا ویژگی پنجم ظاهرا بیان میکنه که میفرماید والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما. عباد الرحمن کسانی هستند وقتی انفاق میکنن اسراف نمی کنن، زیاده روی نمی کنن، ولم یقترو اقتارم نمی کنن، بلکه بین این دو تا انتخاب میکنن. ببینید نکاتی هست ان شاء الله توضیح میدیم. اولا جایگاه انفاق. بله، نکته جالبی که در اینجا وجود داره اینه که خداوند ویژگی انفاق را برای مؤمن مسلم گرفته. یعنی مؤمن نمیگه انفاق کنید، نمیگه انفاق کنید، اینجا میفرماید مؤمن هایی که انفاق میکند قطعا اهل انفاق هستند، عباد الرحمن اهل انفاق هستند. در واقع این گوشزد و تلنگوری به ماست، عباد الرحمن همیشه اهل انفاق هستند. اما وقت انفاق میکنن در انفاق اعتدال را مراعات میکنن، که نه خدمت شما عرض کنم که اسراف میکنه و نه اقتار. از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه که آقا جان اقتار چه؟ اسراف چه؟ حضرت دستشو پر میکنه اسراف. بعد کفی از پر از حال خاک بوده، ریگی، ماسه، یه چیزی بوده، پر میکنه، دستارو باز میکنه، همش میریزه. حضرت میفرماید این اسراف، این که شما هر چی داری به مردم ببخشی، خودت بعد بری دستت پیش کس دیگه دراز کنه. این بحث دیگه است که باز اینجا جواب میدیم انشاءالله. و سوال کردن اقتار چه؟ حالا مضمون روایت اینه، حضرت میگه دستشو پر کرد، هیچی از دستش بیرون نریخت. حضرت فرمود این اقتار. انفاق چه؟ یعنی حضرت دو مرتبه سوم دستش رو پر کرد، خاکی بود ولی هرچی بود، بعد دستشو باز گرفت، انگشتارم باز گرفت، مقداری ریخت و مقدارم باقی موند. حضرت فرمود این انفاق. اینجا در رابطه با عباد الرحمن خداوند میفرماید که انفاق قطعیه، عباد الرحمن همیشه انفاق میکند. یعنی چی؟ یعنی آنهایی که اهل انفاق نیستن، دست فقرا، مستمندان، بینوایان را نمیگیرن، دست مساکین، اینها عباد الرحمن نیستن در واقع. لذا خداوند از ویژگی عباد الرحمن این رو بیان میکنه که عباد الرحمن انفاق میکند، اما اگر انفاق کرد چطور؟ نه اسراف میکنه نه اقتار. اینه که همه رو به مردم ببخشه، که خودش زن و بچهش به مزیقه و سختی قرار بگیره، عائلش به مزیقه و سختی قرار بگیره، نه دستش محکم میگیره که هیچی نده به مردم، هیچی بیرون نشه، بلکه وکان بین ذالک قوام. بین این دوتا، یعنی بین اسراف و اقتار، یعنی مقداری میبخشه، مقدار رو خودش نگه میداره. انفاق همینه که امام صادق سلام الله علیه میفرماید مقدار بدیم و مقدارم نگه دارم. من جایگاه انفاق خیلی جایگاه مهمیه در دین ما، در آموزه های دین ما، هم در آیات قرآن زیاد تأکید شده. خداوند کریم در چندین تا آیه، شاید بیش از 10-15 تا آیه خداوند تحت عنوان انفاق امر کرده. بعد بس یونیفق اینا میگه که چه ثمراتی داره میگیم انشاءالله. خود انفاق مثلا در آیه 30 سوره مبارکه بقره آیه 195 در صفحه 30 خداوند کریم میفرماید و انفقوا فی سبیل الله.
سبیل الله. این امر خداست. باید در راه خدا انفاق کنید. این هر جا میبینی راه خداست، رضای خدا در اونجا وجود داره، انفاق. مردم نیاز به مسجد داره، نیاز شدید به مسجد داره، خب برو مسجد بساز میتونی. نیاز به چاه آب داره، برو چاه آب برای مردم بساز. نیاز داره یک مریضی کس نداره درمان کنی، پولش بده. انفقو فی سبیل، یعنی هر جایی که میبینی رضایت خدا در این راه وجود داره و مردم را به سوی خدا انفاق کن. از این نکته ای که اینجا عرض کنم از جمله اینه که ببینید یکی از مصادیق سبیل الله مجالس اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. یکی ده اشکال میکنه که چرا در ایام محرم هم که یک ماه دیگه انشاءالله محرم کم کم فرام میرسه اشکال و اعتراض میکنه. نه نه بابا، اونا متوجه نیستن. در جلسات سید و شهدا هدایت راه خداست، به وسیله محرم در واقع دین زنده است. همونطوری که خود سید و شهدا سلام الله علیه میفرماید ما برای دین و اصلاح امت قیام کردیم، لذا برای محرم و خوب برگزار کردن برنامه ها و در واقع پرشور کردن برنامه های حسینی باید انفاق کنیم. درست. یکی از راه های خدا همینه و از جایی که خدا راضیه که ما در مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که اینها سبیل الله هست. بله. اینها تاریخ دیگه در دعای ندبه میخوانیم این السبیل و بعد السبیل، کجاست راه بعد از در رابطه با حضرت حجت علیه الصلاه و السلام. یا در جامعه کبیره میخوانیم انتم الصراط الاقوم، شما اون راه اقومید، صراط اقومید. بله. یا شما سبیل الله، و روایات متعددی در این داریم. پس هر جایی که نام ائمه، یاد ائمه در آنجا احیا بشه، ذکر ائمه او سبیل الله. و وظیفه ایمام که شناخت امام زمان سلام الله علیه در عصر خودمون خصوصا و همه ائمه عموما باید برای آشنا کردن جوانانمون مؤمنین به در واقع با امام زمان سلام الله علیه باید چی؟ انفاق کنیم. و آیه دیگری که وجود داره بازم خداوند کریم میفرماید در سوره بقره، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. هرچی الان داری انفاق کنید، مبادا روزی یک روزی میرسه که اونجا دوستی وجود نداره، شفاعت وجود نداره، اونجا رفاقت وجود نداره. الان برای خودتون کار کنید. یعنی نه که اگر شما امروز انفاق نکنید فردا دوست رفیق نمی، اونجا چیزی خبری نیست. برای خودتون الان انفاق کنید، اونجا آماده کنید. چون در آیه دیگری داریم که هرچی شما انجام بدین و انفاق کنید تجدوه عند الله، وقتی بمیرید ببینید بابا همه برای خودم ذخیره شده، برمیگردم به خودمان برمیگردم. و در آیات متعددی دیگری هم داریم که خداوند کریم ما را امر کرده به انفاق. از جمله آیه است که خداوند کریم میفرماید و انفقوا در سوره در سوره منافقون، بله، و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. خداوند کریم میفرماید که انفاق کنید از چیزی که خدا روزی شما کرده قبل از این که اجلی شما، مرگ شما فرا برسد. بعد بگوید خدایا اگر اجل مرا به تأخیر می انداختی من حتما صدقه می دادم، این انفاق می کردم و از صالحین بودم. خداوند کریم می فرماید الان فرصت داری انفاق کن، قبل از اینکه مرگت برسه انفاق کن که دیگه بعدا نگه خدایا اگر من تصمیم داشتم، خدا تصمیم تو اجرا کن. در واقع خدا میخواهد بهانه هایی که بعضی ها میتراشد از دستش بگیره. خب بعضی ها بگیره خب خدا اگه به من یک چنان مبلغ پولی بده فلان کار میکنم. نه، این لازم نیست که خدا حتما به تو مثلا 10 میلیون افغانی بده تا تو انفاق کنی. چقدر توان داری روحیه ای انفاق را در وجودت زنده کن. مهم اینه روحیه ای دستگیری از مردم در وجود، چون میتونی 10 افغانی، 5 افغانی، 20000 تومان، 10000 همون را انفاق کن. چقدر میتونی دست بگیری از مؤمنین. لذاست که آیات دیگه هم وجود داره و در روایت هم وجود داره در سوره مبارکه حدیده که خداوند کریم میفرماید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از آنچه که خدا شما در اختیار شما قرار داده از اموال خود را خدا از اون انفاق کنید به فقرا. لذاست که آیات متعددی ما را دعوتی به انفاق میکنه صریحا، انفاق کنید تحت با این جمله با این کلمه انفاق کنید و انفق انفاق کنید. پس اوامر پروردگار عالم رو باید اطاعت کنیم که انشالله بعد راجع به پیامد انفاق و آثار و برکاتش خدمت شما نقطه عرض کنم. پس کدارم شما جناب استاد، از این آیات قرآن برداشت من اینه به علاوه این که ما انفاق میکنیم، خداوند مبلغ خاص را، مبلغ زیادی را، مبلغ کمی را مشخص نکرده، به همون اندازه که توان و وسعتمون میکشه همون انفاق بکنیم. چقدر خوبه که در جامعه امروزی ما میبینیم
فقیران زیاده و کسانی هستند که نیاز دارن دستشان رو بگیریم و همون اندازه توان کمک بکنیم و همراهی بکنیم. انشاءالله که ما هم جز از آن اشخاصی که انفاق میکنن قرار بگیریم. بینندگان عزیز، برنامه ما همینجا یک وقفه کوتاه میرسه. انشاءالله بعد از وقفه کوتاه در خدمت شما خوبان با ادامه بحثمان خواهیم بود. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها تغد بشوارا. اللهم إني أتقرب إليك بذكره وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. ببین چجوری اومدم خدا. اللهم اینی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ام تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. ولن بقول لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان و عزیزان. خب جناب استاد، در رابطه با انفاق و جایگاه انفاق برای ما بیان فرمودید. خوب است در رابطه با آثار انفاق که از چه آثار برخوردار است و پیامد به کسانی که مثلا انفاق نمیکنه، از این هم برای ما بیان بفرمایید. تا بله، ببینید هر عملی در زندگی انسان، در زندگی مؤمن خصوصا، آثاری دارد، پیامدی دارد. بله. اوامر پروردگار عالم، چه از واجبات، حالا چه آنهایی که مستحب است یا چه اعمال بد، حرام یا مکروهات، اینا هر کدامشون به میزان مصلحت و مفسده‌ای که داره، به میزان آثار خوب و آثار بدی که داره، پاداش و جزا هم داره. بله. از جمله اموری که حالا خدمت بینندگان محترم عرض کردیم، بحث انفاق که خداوند کریم در آیات متعدد اینو بیان کرده. آیات متعدد به ما مسئله انفاق رو گوشزد میکنه که باید انفاق کنه و آثار و برکاتی داره. یکی از آثار و برکات انفاق اینه که خداوند کریم در سوره مبارکه بقره میفرماید که انفاق باعث میشه اموال شما بیشتر شه. یکی از آثار دنیا بشینه بیشتر شه. لذا در سوره مبارکه بقره خداوند کریم میفرماید کسی که انفاق کند، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسی که اموالش در راه خدا بده. حالا عرض کردیم راه خدا هر جایی که رضای خدا باشه در اونجا مصرف کنه، که مثل حبت انبتت سبع سنابل، که مثل اینه که از یک دانه هفت سنبل، سبع سنابل بروید، فی کل سنبلت مئت حبه، در هر خوشه صد تا گندم، صد تا دانه وجود داشته باشه به تعبیری. یعنی چی؟ 700 برابر. کسی که یک درهم، یک افغانی انفاق کنه، این کار 700 افغانی در راه خدا انفاق کرد، باعث میشه اموال انسان بیشتر بشه، در دنیا هم خیر و برکت داره و در آخرت هم این پاداشو میده. بعد خداوند کریم میفرماید که والله یضاعف لمن یشاء، بیشتر هم میده. این کنایه از این، از اینی که خداوند اموال انسان رو بیشتر میکنه. و در روایت هم داریم یکی از راهی اینی که انسان بی‌نیاز و غنی و ثروتمند شوه، اینه که در حالت فقر صدقه بده. این روایت ظاهرا از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که در حالت فقر صدقه دادن یکی از راه‌های ثروتمند شدنه که خدا در رحمت باز میکنه. و دیگه اثرش اینه که انسان در روز قیامت در امانه، از خوفی که اون خوفی که قرآن تعبیرات عجیب و غریبی داره که روز وحشت اون روز که انسان‌ها از شدت عذاب الهی دیوانه اند، مثل دیوانه ها دیوانه میشن. مثلا در سوره مبارکه حج ظاهرن، بعد آیات دوم سوم حج فکر کنم که اونجا در رابطه با روز قیامت و اوصاف آن روز خداوند صحبت میکنه، به آن روزی که هر شیردهنده بچه‌اش رو ترک میکنه، بله. میخواین اهمیتش مسئله رو بگم، چون بین یک مادر و یک بچه نوزاد خیلی محبت شیرخوار، این خیلی به او اهمیت میده، حتی در حیوانات هم وجود داره. آن روز از بس روز سختیه، هر مادر بچه شیرخوارش رو ترک میکنن میاندازه و هر باردار حملش رو سقط میکنن. و تضع کل حمل حملها و ترى الناس سکارى و ما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. میگه میبینی مردم مستن؟ نه مست نیستن، مست اونهایی که عقلشون از دست میدن، دیوانوار مثلا اینطوری این طرف آن طرف میرن حرف میزنن اینا، میگه مست نیستن، ولیکن عذاب خدا آن روز خیلی سخته، ولیکن عذاب الله شدید. و در روایت دیگر این که راجع به وصف قیامت آمده که خب عجیبه، بگذاریم. حالا بعد میگه از آثار انفاق اینه که انسان در آن روز در امانه. و در آیه بعدی، آیه 262 سوره بقره داریم، خداوند کریم میفرماید الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسانی که اموالشون را در راه خدا انفاق میکنند،
ثم لا یتبعون ما انفقوا من ولا اذى. اما بعد از اینکه انفاق کرد دیگه منت نگذاره، اذیت نکنه، من بودم برای شما فلان کار کردم، من بودم فلان کار کردم، که اگر این کارها کرد باطل میشه. و اگر اذیت نکرد و در واقع منت نگذاشت، لهم اجرهم عند ربهم، نزد آنها، نزد پروردگار عالم برای آنها اجری است و پاداش است. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اونا در روز قیامت، اونا هیچ ترسی از مرگ و قبر و قیامت و اینا ندارن، اونا در امان است. لا خوف عليهم اللهم يحزنون. و در آیات متعددی دیگر هم داریم، یا همینی که در آیات متعدد انفاق جزئی از علائم متقین شمرده شده، یعنی سبب میشه تقوای انسان تقویت بشه. در بعضی موارد از علائم مؤمنین شمرده شده، در سبب میشه ایمان انسان قوی بشه به خدا و روز قیامت. در بعضی جاها از علائم مخبتین شمرده شده، مخبتین کسانی که در مقابل اوامر پروردگار عالم فقط گوش به فرمانه، حالا معنای لغوی داره که من وارد آن نمیشم، یعنی به حالتی در واقع گوش به فرمان بودن انسان نسبت به پروردگار عالم، چی نسبت این حالت انسان برای انسان تقویت میشه. یا مثلا در برای هر صفتی که یا تحت هر عنوانی که خداوند انفاق را مطرح کرده، اون صفت انسان قوی میشه، بالا میشه اون حالت. اگر تقوای تقوای انسان بالا میره، اگر ایمان ایمان انسان قوی میشه، اگر خداوند جز عباد الرحمن شمرده، هر چه انفاق کنین در واقع عبودیت نسبت به خدا بیشتر میشه، در واقع یا مصداق واقعی و مهمتری قرار میگیره، هی صعود و رشد میکنه. و بعد در مقابل اگر انفاق نکردین چیکار میشه؟ این خیلی سخت. در سوره مبارکه مدثر ظاهرا خداوند کریم اونجا میفرماید که کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. اصحاب یمین در روز قیامت از مجرمین میپرسه، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، چرا جهنم رفتی؟ چه چیز شما را جهنمی کرد؟ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، یک ما نماز نمیخوانیم، ولم نکن نطعم المسکین، ما به فقرا اطعام نمیکرد، مساکین را اطعام نمیکرد، انفاق نمیکرد، دستشان نمیگرفت. یعنی یکی از عواملی که باعث میشه انسان اهل جهنم بشه اینه که انسان توانایی داشته باشد ولی دست فقرا رو نگیرن، دست در واقع مستمندان رو نگیرن، دست نیازمندان رو نگیرن. و ما در آیات متعدد هم این رو داریم که خداوند تبارک و تعالی در واقع ما رو نهی کرده است از این که هم ممسک باشیم، دست ما بسته باشه. و در آیه دیگری داریم خداوند کریم در سوره توبه میفرماید والذين يكنزون الذهب والفضه، کسانی که طلا و نقره ذخیره میکنند، طلا و نقره یعنی دنبال ذخیره کردن اموال دنیاست، مراد اینه. چون طلا و نقره از مصادیق بارز و مهمی در واقع مظاهر دنیوی و زخارف دنیویه، به خاطر همین اینجا طلا و نقره ذکر کرده در آیه. یا قبلا هم مثلا اگه بگیم در اون زمان که خداوند با این آیه در صدر اسلام نازل شده که پول آن زمان پول رایجش طلا و نقره بوده، ولی مراد نفس همین ذخیره کردن پول دنیاست، متاع دنیاست. خداوند کریم در سوره توبه میفرماید کسی که طلا و نقره ذخیره کند، ولا ينفقونها في سبيل الله، و در راه خدا انفاق نکند، هی سعی کنه ثروتمند بشه، سعی کنه زمین بیشتر بخره، خانه های بیشتر بخره، مغازه های بیشتر، شرکت ها، ولی هیچ وقت به یاد خدا و به یاد بندگان خدا و فقرا نباشه، خصوصا در شرایطی که کشور ما قرار داره. خداوند کریم آنها را در واقع تهدید میکنه، به نبی مکرم اسلام میفرماید فبشرهم بعذاب الیم، آنها را بشارت بده به عذاب دردناک الهی. اینجا بشارت کنایه است در واقع، چون در عذاب که بشارت وجود نداره، بشارت برای خبر خوشه. بیا و آنها بگو که چند روزی در دنیا خوشگذرانی کنید، یا در بعض از آیات همین داره فذرهم یخوض و یلعب و یلعبو، بگذارید چند روز اینا عمرشون به بتالت بگذرانه، به گمراهی بگذرانه، و ما میدانیم چه کار کنیم با اینها، عذاب دردناک الهی در انتظار اینهاست. پس اگر انفاق نکردیم در واقع کار ما سخت میشود. خداوند میفرماید اگر کس انفاق نکرد اهل جهنم صریح، اون روز میگه چرا جهنم رفتین شما؟ میگه ما چون انفاق نکرده بودیم. یا در این آیه سوره توبه میفرماید که اگر کسانی که دنبال ذخیره اموال دنیاست و انفاق نمی کنند در راه خدا، فبشرهم بعذاب الیم، اینها را به عذاب دردناک الهی چی؟ بشارت. یعنی باید بدانیم، آگاه باشیم، و وای بر حال آنهایی که واجبات مالیشو پرداخت نکنه، وای به حال آنهایی که
اموال مردم را غصبن ظلمن و جورن غصب کنه بخوره، حق الناس به گردنش باشه، که خیلی سخت. این آیه اشاره به اونهاییه که کسانی که اموال دنیا رو جمع کنه در راه خدا انفاق نکنه، حالی که اموال دیگران بخوره کار سخت‌تر میشه. ولی ما در واقع پیامد منفی یا عواقب خطرناک در روایت و آیات داریم که برای کسانی که انفاق نمی‌کنند. خب این یه نمونه بارزشه، از این واضح‌تر نمیشه که انسان رو قرآن میگه اگر انفاق نکردی، اهل انفاق نبودی، اهل جهنمی و عذاب دردناک در اختیار توست و در انتظار توست. بله. سپاسگزارم شما جناب استاد. جناب استاد، ویژگی ششم از ویژگی‌های عباد الرحمن را اعتقاد به وحدانیت خداوند بیان فرمودید. آیا همین که مثلا شخص مؤمن اعتقاد به وحدانیت خدا داشته باشد که خداوند یکیه و غیر خدا کسی نیست، آیا همین کفایت میکنه، کافیه، یا نه اینکه معنی وحدانیت خداوند یعنی معنی فراتر از اینه؟ ببینید ویژگی هفتم میشه ظاهرنا، ششم. خداوند کریم در آیه 68 سوره مبارکه فرقان میفرماید والذین لا يدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستن که کسی دیگر رو با خدا نمیخوانه، قائل نمیشه. در واقع همین بس توحید را مراد از اینجا، از این آیه که میفرماید والذین لا يدعون مع الله اله آخر، تنها بود اعتقادی نیست. بود اعتقادی نیست، همون که ما در روایت دیگه انشاءالله بیان میکنیم، توضیح میدیم. اینجا خداوند میفرماید عباد الرحمن کسانی هستند که با خدا کسانی دیگر رو نمیخوانند. یعنی علاوه برداشتن اعتقاد قلبی به وحدانیت خدا، در مقام عمل هم فقط خدا رو میخوانه. تنها باور کافی نیست، همونطوری که ما قبلا در برنامه تعریف کردیم که ایمان چیه، از زبان حضرت امین سلام الله علیه و در کلام امام صادق سلام الله علیه، که ایمان عبارت بود از اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جوارح. این میشه ایمان. حالا ایمانی به خدا هم همین طوره که یک جزءش اعتقاد قلبی که ما باور داشته باشیم خدایی هست و اون خدا واحده. دوم این که به زبان هم بگوییم که نماز میخوانیم اشهد ان لا اله الا الله، همونطور که نبی مکرم اسلام در ابتدا وقت دعوت به اسلام میکردن دیگران را فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگوی تا رستگار شد. و دیگه عمل به اعضا و جوارح که ما باید در مقام عمل در واقع ثابت کنیم که موحدیم. گرچه این آیه میشه در مقابل مشرکین هم باشد، که مشرکین کسایی که با غیر خدا، با خدا غیر خدا را میخواند، همانند مثلا اگه بت پرستن، بت پرستا اینطوری است که خدا را قبول نداره، میگه خدایی هست. ولی خب بعض از بت پرستا باورشان اینه که ما در حد نیستیم که خدا را بپرستیم، ما شأنیتی نداریم، ما باید موجودات پایین‌تر رو بپرستیم و آنها را واسطه قرار بدیم نزد خدا ما را شفاعت کنه. آیه قرآن صریح بیان میکنه، میفرماید که در آیات متعدد خداوند میفرماید اگر از اینها بپرسی من خلق السماوات والارض، لا یقولون الله، کی آسمان زمین خلق کرده؟ میگه خدا خلق کرده. کی فلان کار کرده؟ خدا انجام داده. یعنی اعتقادی به وجود خدا داره، ولی در کنار خدا، در عرض خدا موجودات دیگر رو میپرسته. بله. پرستش میکنه. توجه دارین؟ خب این میشن، این آیه اونم رد میکنه در واقع مؤمن اونهایی که هیچ کس رو در کنار خدا نمیپرست. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. که از نظر ظاهر. و یک چیز، ما شرک دو قسمه. شرک خفی داریم و شرک جلی داریم. شرک جلی عبارت است از همین که بت پرستا، از همین بت پرستا. و شرک خفی اینه که این خیلی خطرناکه، ما در روایت داریم که کل ریا این شرک کن، هر ریای شرک به خداست. شرک خفی همون ریایه که انسان عملی را انجام بده ولی در اون عمل با خدا غیر خدا را هم قصد کنه، فلان عمل انجام بده برای مثلا تحسین مردم، برای مثلا مردم ببیند،
شش مرد امثال اینا، اینا ریایه و این خیلی خطرناکه و در روایتی داریم عملی که در آن ریا باشه قابل قبول نیست. عباد الرحمن کسانی هستن که هم از شرک خفی بریه، یعنی هم در واقع به تعبیر بت پرست نیستن که الحمدلله خب مسلمانان و مؤمنین واقع اینطوری هستن، و هم از شرک خفی که شرک خفی خیلی خطرناکه و سخته و متاسفانه بسیار از گرفتاری های انسان که اعمال انسان اثر نداره علت شرک خفی. و ما از خدا بخواهیم و به خدا پناه ببریم که خدا دست ما رو بگیره که ما بتوانیم خودمان را از این مرض مهلک و کشنده نجات بدیم. یک بحث طولانی است در چه زیل این آیه مفسرین محترم صاحب المیزان علامه طباطبایی مرحوم و مفسرین بزرگواری دیگری که زنده اند یا از دنیا رفتن بحثای نسبتا گسترده ای را زیل همین آیه مطرح کرده که حالا احتمالات متعددی میره که الان شاید اینجا مجالش یا وقتش هم برای ما نباشه. پس یکی از ویژگی عباد الرحمن اینه که موحد واقعیه که با خداوند چیز دیگر رو شریک نمی سازن. بله. و عملش برای خداست و تنها خدا را می خواند و تنها به او پناه می برد و امور را باید پروردگار عالم می دانه. و حالا بحث توسل و شفاعت و امثال اینها، اینها مستقل از خواست خدا و اراده خدا نیست. اینه که ما دعای توسل می خوانیم امثال ما، نه که ائمه رو مستقل از خودشان چیزی بخوانیم، چون آنها را واسطه بین خود ما و خدا قرار میدیم. همونطوری که آخرین فرازهایی از دعای توسلی که میخواییم در آخرین فراز توسل به هر امامی میا وجهن عند الله، کسی که تو آبرو داری نزد خدا، خدا به تو بعض اختیارات را داده، بعض صلاحیت هایی را داده که شما اگر دست کسی را بگیرین شما هم برای خدا میگیرین، در واقع خدا هم قبول داره این را. نه اینکه ما ائمه را پیغمبر را در واقع در عرض خدا یک وسیله مستقل عبادت بدیم، اونها رو عبادت کنیم مثلا یا پرستش کنیم نستجیر بالله، همونطوری که حالا وهابیت و بالاخره گروه های منحرفی که شیعه رو متهم میکنه به این که شما مشرک هستین متوجه نشدن. اینها ما اینها رو وسیله نزد خدا قرار میدیم، میگم خدا به آبروی اینها دست ما رو بگیر، به وسیله ای که ما اینها رو نزد شما آوردیم. و در روایت متعدد داریم که از ائمه معصومین از حضرت زهرا صلوات الله علیه اجمعین که ما یم اون وسیله ای که خدا در آیه از قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، حالا آیه اشتباه نکنه وابتغوا الیه الوسیله، نزد خدا وسیله ببرید، به وسیله تمسک کنید. بله، وسیله تمسک کنید. بله، لذا ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام چه واسطه است و مؤمن واقعی و عباد الرحمن آنهایی که موحد واقعیه، هیچ چیز را با خدا برابر نمی داند و در حوائجش بدون اذن خدا مؤثر نمی داند و مستقلن از غیر خدا چیزی را نمی خواهد. اگرم می خواهد از قرآن که در واقع قرآن بهترین وسیله است، ائمه بهترین وسیله، همونطور که نبی مکرم اسلام فرمود من دو چیز گذاشتم بعد از خودم قرآن و عطرت را، اینها آبرومندان در خانه خداست، اینها در واقع واسطه بین خالق و مخلوقه که ما از طریق این واسطه به خدا میخواییم که برسیم، عرض نیاز کنیم، عرض حاجت کنیم. و این از ویژگی بعدی عباد الرحمنه که انسان هر چه در توحید بیشتر غرق شود، بیشتر دقت کنه، اهل توحید باشه، به همون میزان معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه. توحید واقعی خیلی مهمه و رسیدنش هم سخته خیلی که انسان واقعا موحد باشه و از خدا بخواهیم ما را متصف به این صفات کنه و این توفیق رو بده که در اثر طهارت نفس و پاکی نفس و انجام واجبات الهی و ترک محرمات خدا را اونطوری که به ما قابلیت و استعداد داده بشناسیم. اون دعای معروفی که در زمان غیبت هم باید خوانده بشه، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو به من معرفی کن که من تو رو بشناسم، به عنوان خالقم، به عنوان معبودم، به عنوان این معرفت تفصیلی نه معرفت اجمالی. این بسیار مهمه که باید دعا کنیم انشاءالله اله امین. این قطعا یک چیز روشن و یک چیز آشکاریه که ما بنده های گناهکاریم، اینطوری اگه در خانه خدا بریم قطعا
حرف من خریدار نداره، یعنی حرف من مورد قبول واقع نمیشه، مگر اینکه اشخاص را واسطه قرار بدیم که اونها در مقابل خداوند آبرو دارن، در مقابل خداوند ارزش دارن. خب انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که پیروی اهل بیت باشیم، پیروی واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم. خب بینندگان عزیز، همینجا برنامه ما پایان میرسد و رسیدیم به ویژگی ششم عباد الرحمن. انشاءالله در جلسه آینده انشاءالله در خدمت شما خوبان با ادامه بحثمان در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما.